برای صحبت بیشتر در این خصوص حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حاجی هدایتی، به نظر شما تحلیل بی بی سی فارسی از نوع عزاداری ها در ایران آیا مطابق با واقعیت است و همچنین آیا تحلیل این رسانه ها با حقیقت فاصله داشته و همچنان میراث فرهنگی عزاداری در میان شیعیان ایرانی حفظ شده است؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز، پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدا. ببینید، تحلیل این بی بی سی خیلی قابل توجه هست و تأمل. اینکه نگرانی و دلسوز شدن نسبت به عزاداران و شیعیان و نسبت به شعائر امام حسین برای ما خیلی قابل تأمل و سوال برانگیز هست و شبهناک. چگونه میشود بی بی سی که بسیار هوادار انواع دیسکوها هست، چه می شود که یک دفعه عزاداری امام حسین رو شبیه سازی میکنه و در واقع میخواد آسیب شناسی بکنه؟ و از اون عجیبتر و به اصطلاح خیلی مهمتر، این که بی بی سی نیت خوانی میکنه، که این از یک روند حرفه یک رسانه مانند بی بی سی خیلی تعجب آور هست، که میگه این کسانی که میان با این ظاهر متفاوت و یا اینکه با نوع برگزاری متفاوت، این حکایت از این داره که اینها باور واقعی ندارن در گزارششون اومده و این بدون باور میان عزاداری میکنن. این یک نیت خوانیه از یک رسانه حرفه‌ای بعید هست و مشخص هست که هدفمند با هدفهای غیر متداول و که باید یک رسانه کاملا بیطرف باشه در بیان مطلب، ولی بیطرفی نداشته. ولی پر واضح هست که اولا در گزارش شما هم آمد یک فرهنگ متکثر در ایران هست، که البته عده خیلی کمی هم نوعی آلات موسیقی یا نوعی برگزاری های نوع عزاداری رو به شکل خاص برگزاری میکنن، که نسبت به اگر بخواد بی‌طرف پوشش بده بی بی سی و انواع عزاداری و هیئت‌ها رو نگاه بکنه، میبینه که این چنین نیست، یک سویه رفته. بله. به عبارتی دیگه بی بی سی لات کوچه خلوت هست. اگر میخواد بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه، کارشناسای زبده بسیاری هستن در جهان تشیع، اینها رو دعوت کنه، شبهه خودش رو، اشکال خودش رو مطرح کنه، ببینه نظر کارشناسان چی هست، نه اینکه یک سویه بخواد عزاداری رو تخریب کنه، که به نیت بنده این روند رو ما داریم میبینیم در عملکرد حاکمیت. از سوی دیگه اگر یک ظاهری متفاوت عزاداران و جوانان دارن، اینها این یک کنش اجتماعی بسیار عاقلانه و هوشمندانه است از طرف بخشی از مردم که از حاکمیتی که با استبداد و رویکرد دیکتاتور منشانه آمده و اعمال زور میکنه، اینها با ظاهری متفاوت و با برنامه متفاوت از قرائتی که یا روند معمولی که حکومت داره عزاداری رو برگزار میکنن، که اعتراض و کنش سیاسی خودشونو به حاکمیت نشون بدن. بله. این یک واقعیتیه که باید بهش توجه بشه. وقتی حکومتی آزادی بیان نیست، بخشی از جامعه میان گاهی در یک انتخابات فرمایشی 61% میان میگن نه، گاهی هم در ظاهر خودشون و عملکرد خودشون نسبت به عزاداری اعتراض خودشون رو به حاکمیت مستبد دینی نشان میدن. بله، از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما رو به خدا میسپارم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان.